یو، میبینم که باز رو کله من کلیک کردی. حتما در عجب بودی که این پسر کجای واقع؟ چرا ویدیو نمیده؟ آیا به مشکل خورده؟ درگیر ازدواج و جهیزیه و خونه شده؟ دانشگاه تخماشو محکم گرفته ول نمیکنه؟ یا کونش گشاد شده؟ یا اینکه زیر فشار تولید محتوا و حس مقایسه با دیگران دچار فروپاشی کامل روحی روانی شده؟ آره، تمام موارد. خب مثل همیشه، اسم من امیر پکسر، رو به چنل من خیلی خوش اومدی. آقا یک سال گذشت از کار تولید محتوا و یوتیوب و این حرفا. الانم دم عیده و چند روز دیگه تولدم میشه و میرم تو 25 سالگی. هنوزم باورم نمیشه. هنوز فکر میکنم 17 18 سالمه. و این ویدیو بیشتر یه لایف آپدیت و آشنایی بیشتر با خودمه و اینکه یکم تجربیاتمو تو این یک سال تو یوتیوب بگم. بچه‌ها اینکه با هم یه پلن چیزی بذاریم که ببینم از اینجا بعد چه غلطی میخوام تو این چنل بکنم. خب از اونجایی که اکثر مخاطبای من از طریق ویدیوهای شورت و کوتاه کمدی منو دنبال میکنن، احتمالش هست این اولین بارت باشه که داری منو به صورت جدی روبرو با دوربین میبینی. خب اگه مخاطب پای استریمان باشی که اونجا با هم تو چت زیاد صحبت میکنیم و بچه‌ها آشنایی داریم. ولی خب فکر کنم تو یوتیوب از خودم معرفی خاصی نذاشتم. خب حالا بیا بشین رو پام، میخوام با هم رفیق ترشیم. آقا اسم من امیر رضاست و 10 فروردین میرم تو 25 سالگی. با هزار بدبختی تو دانشگاه فردوسی قبول شدم و مهندسی نفت خوندم. برام گذاشتم لب کوزه و دارم هی آبشو میخورم. حدودا یک سال و نیمه که ازدواج کردم و دو تا بچه دارم به نام فرهاد و شادونه. نه اینه که شوخی کردم، من غلط بکنم بچه دارشم، من خودم بچه‌ام. وات دی فاک. حالا شاید باورتون نشه ولی من یوتیوب رو به عنوان شغل و هدف اصلی زندگیم انتخاب کردم. شاید به قیافم نخوره با این وضعیت آپلود کردنم، ولی خب واقعا قصد دارم تا آخر عمر به صورت جدی ادامش بدم. خب حالا چرا من یوتیوب رو انتخاب کردم؟ خب این سوال از هر کسی بپرسی شاید جواب خاص خودشو بده، ولی خب من با شرایطی که داشتم و رشته‌ای که خونده بودم چند تا آپشن مختلف برای خودم داشتم. اصلا اولش که من اصلا هیچ علاقه‌ای به رشته مهندسی نفت نداشتم و شانسی قبول شدم. واسه من واقعا خیلی رشته مزخرفیه، یعنی اصلا اون چیزی که فکر میکنین نیست. و از اونجایی که کلن خدای بدن دست دو جنس فیک چینی به من انداخته، کلن ستون مهرام و اینا کلن به فاک بود از بچگی، همش درگیر قرص و دارو و آزمایش و فیزیوتراپی و این چیزا بودم و کمرم رو یه بار عمل کردم و بعد کمرم که خوب شد گردنم داغون شد و الان چند تا از دیسکای گردنم به فاک رفته و من اکثر روز از این گردن بندا میبندم اینجوری. و دیدم با این وضعیتی که دارم واقعا نمیتونم برم جایی واسه کسی کار بکنم. من بدنم کول داون داره، خب یه باتری داره، 2 ساعت شارژ داره، بیرون که میرم بعد 2 ساعت نیاز دارم بیام خونه و 2 ساعت بخوابم. اصلا اوضاع بگاهی ها. خلاصه دیگه از همون ابتدای کرونا نشستم پای یادگیری فتوشاپ، طراحی لوگو، ادیت ویدیو، کارهای سه‌بعدی و انیمیشن و این حرفا و خلاصه یه سری کارهای اینترنتی دیگه هم میکردم و با همه اونا کم کم تونستم یه زندگی واسه خودم بسازم و با پارتنرم بعد از 4 سال ازدواج کردم که میتونم بگم بهترین تصمیم زندگیم بود، چون بدون خانومم من اصلا به اینجایی که هستم نمی‌رسیدم. حالا اینکه چرا تو این سن تصمیم گرفتم ازدواج بکنم و داستانایی که پیش اومد باشه توی ویدیوی دیگه. و از اونجایی که من حدود 7 8 ساله که هر روز 2 3 ساعت یوتیوب انگلیسی رو تماشا می‌کنم، واسم خیلی چیز عزیزی و یه جوری مثل رفیقم میمونه یوتیوب و خیلی خودم همیشه آرزوم بود که یه چنل داشته باشم اون چیزی که دلم می‌خواد تولید کنم و مخاطبمو داشته باشم. ولی خب خلاصه دو تا چهار تامو کردم و ریسکاشو پذیرفتم، چون واقعا یوتیوب تو ایران یه کار بسیار پر ریسکیه، چون باز توی مملکت دوباره یه اتفاق جدید میفته، دکمهشو میزنن تا 2 3 ماه اینترنت نداریم، فیلترینگ جدید وضع میکنن، تحریم جدید میاد و اینترنتمون مشکل داره و هزار یک مشکل دیگه، که البته چند وقت پیشم یه ویدیو در مورد مشکلات یوتیوبری تو ایران گذاشته بودم که حالا اون بمانه. خلاصه الان بعد از یک سال کار کردن حس میکنم از اون چیزی که قرار بود و دلم میخواست انجام بدم خیلی فاصله گرفتم، چون واقعا دلیل اصلی این کار واسه من علاقه و عشقی که بهش داشتم بود، اینکه در مورد اون چیزی که دلم میخواد محتوا بسازم، در مورد اون چیزی که دلم میخواد صحبت بکنم و مخاطبم به خاطر خود من رو من کلیک بکنه، نه به خاطر اون محتوا و بخواد حرفی که الان من دارم میزنم رو بشنوه. ولی خب الان که به محتوای خودم نگاه میکنم خیلی ازش فاصله گرفتم، به خصوص اینکه مثلا من ویدیوهای لانگ، ویدیوهای طولانی خیلی خیلی کمی به نسبت گذاشتم، و نه اینکه محتوای بدی باشه، ولی شاید تعداد و نوع محتوام شبیه اون چیزی که از خودم انتظار داشتم نیست. من بیشتر دلم میخواد در مورد هر اتفاقی، هر چیزی تو اینترنت میفته یا هر چیزی، یک موضوعی دلم میخواد پیش بکشم و در موردش یک گفتمانی شکل بگیره صحبت بکنم، همش با چاشنی فان و مسخره بازی و یه ذره جوک، و بیشتر شبیه اون یارویی باشم که در مورد همه چی صحبت میکنه و میخوان مردم نظرش رو بدونن. میدونی چی میگم؟ و نه اینکه بخوام چیزای خیلی جدی و سیاسی اجتماعی بگم، چون نه علاقه بهش دارم و حقیقتا نه سواد و دانششو دارم، بیشتر چیزای فان و جالب و احمقانه تو همین حوزه اینترنت و توییتر و یوتیوب و اینستا و این چیزا. چند تا ویدیو هم در مورد اتفاقات سمی مجازی و این چیزا ساخته بودم که خیلی هم شما دوست داشتین به نسبت، ولی خب به دلایلی نتونستم خوب اونا رو ادامه بدم و هدفم اینه که از این به بعد بیشتر در مورد این مسائل بذارم و چون خودم یک نفر حقیقتا از پس هزینه ادیتور و این چیزا برنمیام،
ادیت خیلی سنگین بخوام واسه این ویدیو بذارم خیلی زمان زیادی ازم میگیره، به خصوص اینکه من از خودم حفظی نمیگم مثل این ویدیو. حالا اکثر ویدیوام باید متن کامل و 5 6 7 صفحه بشینم بنویسم تا یه چیز خوبی تحویل بدم، کوشر تف ندم. واسه همین از این بعد میخوام سعی کنم این سبک ویدیوها رو بیشتر کنم و یه ذره محتوای متفاوت‌تر و جدیدتر و خلاقانه‌تری رو سعی کنم بسازم، چیزی که تا حالا امتحانشون نکردم. و خیلی هم دیگه میخوام سعی کنم خودم رو درگیر عددا و ویوها و این چیزا نکنم، چون میتونه خیلی خیلی فشار روانی زیادی به آدم بیاره، به خصوص کسی که تازه شروع کرده. ببین الان که من دارم ویدیو رو میگیرم حدود 38000 تا سابسکرایبر دارم که اصلا یه عدد عجیب غریب زیادیه واسه یک یوتیوبر، ولی خب من کلا این سابی که گرفتم و ممنون تک تکتونم هستم اکثرش از ویدیوهای شورت و این ابرقهرمانی و این ویدیوهای کوتاه کمدی بوده، و نه اینکه این چیز بدی باشه، از خودم هم هست، ولی این باعث میشه که ویدیوهای لانگ و طولانیم کمتر دیده بشن. و صادقانه بخوام بگم چون این ویدیوهای لانگ هم خیلی از من وقت و انرژی زیادی میگیرن، یعنی از بابت نوشتن متنش، ریکورد کردنش، تامنیلش، ادیتش و همه اینا ازش 2-3 روز از من انرژی میگیره، چون ویوی کمی میگیرن درآمد خیلی خیلی کمی هم از یوتیوب من بابت اینا میگیرم، حقیقتش هم نسبت بهشون کم انرژی شدم. ولی خب همین باعث میشه که اینا باز کمتر ویدیو بذاری کمتر ویو بگیرن و هی بدتر بشه. واسه همین اگه من تعداد ویدیومو بیشتر بکنم و کیفیتشو بالاتر ببرم و مخاطبمو به دست بیارم، اسم میکنم بعد یه مدت خب اینا هم خیلی ویو درآمد خیلی خوبی بهم میدن. ولی خب از یه طرف ویدیوی شورتی که میذارم مثل این ابرقهرمانی ها یا این چیزای دیگه، چون اینا خب ملت اینا رو بیشتر دوست دارن، شاید تو اینا من استعداد بیشتری داشتم یا هر چیز دیگه، اصلا خرشانسم، اینا هم بهم سابسکرایبر دادن، هم ویوی که میگیرن نسبت به اون وقت و انرژی که میذارم درآمد نسبتا خوبی هم بهم میده، اینا رو بیشتر تو این مدت ادامه دادم. ولی خب قصدم از این به بعد اینه که اینا رو داشته باشم ولی وقت زیادی هم روی ویدیوهای لانگ هم بذارم، سعی کنم هفته یه دونه رو بذارم. حالا ازتون میخوام که تو کامنت ها بیشتر بهم راهنمایی بدین، توصیه بدین، نظر بدین که شما چه سبک محتوای دوست دارین بیشتر از من ببینین، نویز رو بهم نقطا تو این قضیه کمک کنین، چون نمیدونم چه گویی میخوام راستش بخوام. البته الانم چند تا ایده خیلی خوب واسه ویدیوهای بعدی دارم، ولی خب یه چیزی که قبلا خیلی از شما بهم گفته بودین و خیلی معروفه سبک ریاکت به میم و سمای اینستاگرام و توییتر و این حرفا، که من حقیقتش هیچ وقت از همون ابتدا خوشم نیومده راستشو بخواین، با احترام تمام به تک تک رفقایی که این ویدیو رو میسازن، کارشون خیلی درسته و ویدیوی خیلی بامزه و باحالی هم میشه و دم همشون گرم، ولی خب من کلا این سبک ریاکت رو حقیقتا خوشم نمیاد، چون اسم میگم اولا محتوای تولید نمیکنم و دارم به چیزی که یه نفر ساخته فقط میخندم، آقا خندیدی، آب دهنتو پاشیدی رو این، نمیدونم سوختی و فلان، به نظر من هیچ وقت محتوای بامزه ای نبوده به نظر شخصی خودم، خاطر اینکه من از قدیم یوتیوب انگلیسی رو تماشا می‌کردم و خیلی فن یوتیوب فارسی نبودم، واسه همین محتوام دارم سعی می‌کنم ببرم به سمت چیزی که بیشتر تو محتوای یوتیوب فارسی نیست. میدونم یک ذره خیلی خود بزرگ بینانه و خود چوز پنداری این حرفام ممکنه به نظر بیاد، ولی خب نه، بیشتر دارم میگم دارم خود یه کار متفاوتی رو انجام بدم نسبت به خیلی رفقا تو یوتیوب فارسی، گرچه که کار خیلی سختیه چون یوتیوب مجبورت می‌کنه که رو ترندها سوار شی و معمولا به محتوای کپی پاداش میده و سبک ویدیو ساختن همونطور که می‌بینی من بیشتر خودمو خیلی جدی نمی‌گیرم، موضوعاتو خیلی جدی نمیگیرم، با هم با مخاطبم حس رفاقت ایجاد میکنم و سبکی که دلم میخواد بیشتر یه سبک رفاقتی و اینجوری با بلالی با هم دیگه است. میدونی چی میگم؟ خلاصه حالا این ویدیو رو نمیخوام خیلی کش بدم، ولی خب شاید بعداً از این ویدیوهای دل تو دلی بیشتر بسازم، مثلا در مورد کار یوتیوب و مشکلات و درآمدش تو ایران، یا ازدواج تو سن پایین و انتظارات و شرایط و مشکلاتی که هست، یا درس و دانشگاه و کنکور و استرسای وحشتناکی که به نوجوانا میده، چون اینا چیزایی که هم خودم تجربه کردم و حس میکنم صحبت کردن در موردش هم میتونه سرگرم کننده باشه و همین که شاید باید کمک کنه. آقا راستی اگه دمه اید دارین ویدیو رو تماشا میکنید، سال نو مبارک، خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا تماشا کردی، منم الان میرم رو ویدیوهای بعدی کار کنم، قول میدم از این به بعد پرمحتواتر، خفنتر و با ویدیوهای بیشتری تو یوتیوب فعالیت بکنم. دم همتون گرم، مرسی بابت حمایتی که از من داشتین، واقعا اسم میگم لایقش نبودم و نیستم، ولی مرسی، خدا نگهدار.